ویژگی هاشون این که بر اساس حق حرف میزنن، گفتارشون بر اساس حقه. از محمد
به ارواح طیبه شهداء کربلا هم صلوات دیگری عنایت بفرمایید. مطالبمون رو که در جلسات گذشته خدمتتون عرض می‌کردیم در تصویر انسان کامل و شخصیت انسان کامل در قرآن به معرفی قرآن ادامه بدیم، اما ادامه عرائضمون رو تقدیم کنیم خدمتتون که داشتیم این مطلب رو پی می‌گرفتیم که قرآن مجید انسان‌های کامل رو و انسان‌هایی که توانستند توانایی‌های خودشون رو، استعدادهای خودشون رو به کمال برسونند چه جایگاهی و تصویری دارند. بعضی از این نکات رو عرض کردیم، البته مفصله. امشب همین بیان رو از کلمات نورانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه خدمتتون عرض می‌کنیم که بعضی هاش با همون مطالبی که عرض کردیم یه شباهت‌هایی داره و بعضی متفاوته، اما به بیان امیرالمؤمنین صلوات الله علیه یک انسان کامل، یک کسی که در تحت تعالیم تربیتی دین و اولیاء دین قرار گرفته به چه کمالی و سعادتی رسیده رو در بیان نهج البلاغه خدمت عزیزانمون تقدیم میکنیم. این فرمایشات حضرت در خطبه 193 نهج البلاغه است. هر کسی که میخواد کل خطبه رو پیگیری کنه میتونه به فرمایش نورانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه مراجعه کنه که حضرت ویژگی های یک انسان کامل رو بیان میکنه. قبل از این که شروع کنم یک نکته ای رو عرض کنم. این که این شنشبه داریم پیرامون این بحث خدمتتون مطالبی عرض میکنیم، اینها دستیافتنیست. نگیم که خب بله اینها در یک افقی هستش که مال افراد خاص و ویژه است، ربطی به ما نداره. نه، اگر دست یافتنی و عمل شدنی نبود نمی فرمودن که باید اینجور بشید. معلوم میشه که میتونیم ما در سایه تبعیت و پیروی از فرامینشون به این کمال برسیم. این مطالب رو دور از دسترس نبینیم و فکر نکنیم که اینها یک ایدئالی است که شدنی نیست. نه، اتفاقا اگر تو مسیرش قرار بگیریم همینه و اساسا انبیا سلام الله علیهم اجمعین اومدن که از ما همین آدم بسازن، با تربیت ماها رو به اینجا برسونن. پس این میشه زن و مردمون به این نقطه از کمال برسیم. امیرالمؤمنین صلوات الله علیه در نهج البلاغه در خطبه 193 سیمای چنین انسانهایی رو معرفی میکنه. اول میفهمن که و منطق همون ثواب. این انسانها یکی از ویژگی هاشون این که بر اساس حق حرف میزنن، گفتارشون بر اساس حقه، از حق پا فراتر نمیذاره. اگر به ضررشون هم تمام بشه از حق عدول نمی کنن. و منطق هم و ثواب، گفتارشون سخنشون بر اساس حق و حقیقت هست. هیچ وقت به خاطر مصلحت اندیشی ها و به خاطر شرایط زمانه حق رو نمی پوشونند، حق رو کتمان نمی کنند. اتفاقا قرآن مجید
با خطاب و عتاب با این دسته از افراد برخورد میکنه، کسانی که حق رو میدونن اما کتمان میکنند و نمیگن. میتونستن راحت بلندشن و از حق غصب شده امیرالمؤمنین سلام الله علیه دفاع کنند، اما کتمان کردند، مصلحت اندیشی کردند، ملاحظه بعضی از امور رو کردن، حق از بین رفت و حق رو نگفت. اما انسان‌های شایسته هیچگاه از گفتن حق ابایی ندارند. جناب ابوذر سلام الله علیه به خاطر همین حق گوییش تبعید میشه در سخت‌ترین شرایط و در بدترین مکان‌ها. اگر دیدی باطله بلند شو بگو. حضرت امیر سلام الله علیه در یه فرمایش نورانیشون میفهمند که حق رو بگید و از گفتن حق نترسید و بدونید با اینکه اندک هستید و کم هستید اما خدا شما رو یاری میکنه. نگید آقا ما یه نفر سر کلاس هستیم بقیه مخالف و باشه. لا تستوحشو فی طریق الهدا لقلت اهله. نترسید، باکی نداشته باشید، وحشت نکنید برای بیان حق با کمی یار، لقلت اهله. نترسید، برانشی صاف محکم با قدرت با قوت دفاع کنید از حق. اگر به جا گفتیم و به موقع گفتیم حساب داره، ولی اگر موقعش گذشت دیگه فایده نداره دیگه. و منطق هم و ثواب، اولین خصیصه انسانهای کامل به بیان امیرالمؤمنین این که آقا بیانشون بر اساس حقه، پا از حق فراتر نمیره، میخواد خوشش بیاد میخواد نیاد، میخوان همه روی برگردونن، خب بگردونن روی برگردونند. از گفتن حق ترس نداشته باش. دوم فرمودن ویژگی این انسانها این است و ملبسهم الاقتصاد. این انسانهای تربیت شده با این انسانهای تکامل یافته وضعیت پوشششون بر اساس میان رویس و ملبس هم الاقتصاد. تو پوشش اسراف نمی کنه، در لباسشون میان رو هستن، مقتصدند. مقتصد یعنی میان رو، اهل اسراف نیستن. و مشی هم تواضع، که البته در آیه شریفه قرآن مجید اینو عرض کردیم که قرآن هم میفهمد و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا. اینا انسانهای متواضعی هستند در نشست و برخاست و ارتباطات و با افراد و طبقات مختلف جامعه خودشون نمیگیرن. تواضع رو یه شب توضیح دادیم که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در این خطبه به ویژگی انسانهای شایسته و مؤمن اشاره میکنه که اینها اهل تواضع هستند و مشیهم التواضع. چهارم حضرت ترسیمی داره از انسان کامل، میگم و غضوا ابصارهم اما حرم الله علیهم. انسانهای کامل و تربیت شده کسانی هستند که چشمشون رو میپوشونن از اون چیزهایی که خدا برای اونها حرام کرده دیدنش رو، مراقبت چشم دارن. بعضی صحنه ها دیدنی نیست، نباید ما ببینیم. بعضی مناظر، عکس ها، تصویر ها، فیلم ها بر چشم من حرامه، حق چشم رو به جا نیاوردم
اگر من به مناظر حرام نگاه کنم، در رساله حقوقی حضرت سجاد سلام الله علیه ملاحظه فرمایید، حضرت وقتی به حق چشم میرسه میگه حق چشم بر تو اینه به اون چیزهایی که خدا برای تو حلال قرار نداده چشم نیندازی. این حد به چشمه. فلذا روز قیامت چشم حقشو از ما میگیره. بله چشم میگیره. تمام اعضا و جوارح ما نسبت به هم حقوق متقابل دارن، از ما مطالبه حق میکنن، تو ضایع کردی منو. حضرت سجان سلام الله علیه فرمودن وقتی که به منظر حرام نگاه کردی چشم تو ضایع کردی، از بین بردیش. از بین بردی چشم تو، ضایع کردی چشم تو. چشم داده بودن که تو باش حرام نگاه بکنی. چشم برای دیدن به مناظر حرام و صحنه های مستهجن بود، چرا چشم تو به لجن کشیدی؟ چرا چشم از بین بردی؟ روز قیامت چشم حقش از ما مطالبه میکنه. انسان های کامل مواظب چشمشون هستن، میدونن که اگر دیدند دل به دنبالشون میره، بعد کنترل کرد چشم رو. مجاری روح ما و قلب ما یکی چشم است، یکی گوش، یکی زبانه. از این طریق روح ما داره ضبط میکنه و مجاری هستند برای تغذیه روح ما. هرچی چشم دید دل هوس میکنه. اگر جلو چشم رو بگیریم دل کنترل میشه. گو بسازم خنجری نیشک ز فولاد، زنم بردیده تا دل گردد آزاد. اگر میخوایم دل ما دنبال هر کسی نیافته جلو چشم رو بگیریم. بیشتر معاصی از یه نگاه حرام شروع میشه، یک نگاه. فلذا چقدر قیمت داره اون کسی که جلوی چشمشو از حرام میپوشونه، از حرام میگیره، به صحنه حرام افتاد، به منظر حرام افتاد، چشمشو پایین میاندازه یا چشمشو برهم میذاره. فرمود یکی از اون چشمهایی که در قیامت گریان نیست، کل عین باکیه یوم القیامه، همه چشم ها گریانند در روز قیامت الا چند چشم. یک چشم اینه که از حرام خودش رو بپوشاند، این روز قیامت گریان نیست. جوان ها در معرض خطرید، خطر بیشتر شما رو تهدید میکنه، فتنه برای شما زیاده، صحنه های نامربوط برای شما زیاده، دام ها برای این که شما ها را به فساد بکشن، اعضا و جواره شما را ضایع کنند فراوانند. مراقب چشماتون باشید. فرمود انسان های تربیت شده مراقب چشمشون هستند. غضوا ابصارهم اما حرم الله علیهم، از اونهایی که خدا به من و شما حرام کرده دیدنشو میپوشن چشمشون. این قرآن مجیده، قرآن به من و شما خطاب میکنه. نه تنها آقایان باید نامحرم رو نبینن، زنها هم نباید چشمشون به نامحرم بیفته. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، پیامبر به مؤمنین بگو چشمشون رو بپوشن از نامحرم. چی زل زندی داری نگاه میکنی یک زن نامحرم غریبه رو؟ و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، پیامبر به زنهای مؤمنه و مسلمان بگو شما هم چشمتون رو از دیدن مناظر نامحرم و حرام بپوشونی. زنم بد نبینه، مردم نبد ببینه. جان عالم به قربان
یگان بانوی هستی صدیقه طاهره سلام الله علیها که پیامبر فرمود خیر زن در چیست، خیر مرد در چیست، هیچ کس پاسخ نداد الا صدیقه سلام الله علیها که فرمود خیر زن در این است که او مردی را نبیند، خیر مرد در این است که زن را نبیند. غزو ابصارهم اما حرم الله علیهم. انسانهای تربیت شده و کامل کسانی هستند که چشمشون رو از اون جایی که خدا برای اونها حرام کرده میپوشانند، زل نمیزنند به چشم نامحرم نگاه کنه، به خودش اجازه نمیده که به ناموس دیگران با چشم پر نگاه کنه. شما این احکام رو در رساله های عملیه ببینید آیان، در بحث نگاه همه مراجع نوشتن، خانم های محترمه، آقایان عزیز، برادران گرامی، نگاه به نامحرم، به سر و صورت نامحرم، به موی نامحرم اگر بدون لذت و یا با لذت باشد حرامه. حرام هست به موی نامحرم نگاه کردن، چه با قصد لذت چه بدون لذت. و اگر به صورت نامحرم نگاه کنی با لذت، قصد لذت برای باشه حرامه. مؤمن، عباد رحمان، انسانهای کامل چشمشون رو مراقب هستند، اجازه نمیدن که با دیدن صحنه های نامربوط قیمت چشمشون کم بشه. چشمی که آرزو میکنه اللهم ارن طلعت الرشیده، هر صبح به امام عصرش میگه خدایا اون جمال زیبای امام زمان را به من نشان بده، اللهم ارن طلعت الرشیده والقرة الحمیده، اون چهره زیبای نورانی حضرت ولی الله العظم رو خدای به من نشون بده. این چشم باید خیلی مراقبت ازش بشه، باید خیلی مواظبت بشه. چشمی که برای امام حسین علیه السلام عشق میریزه، گریه میکنه، خیلی قیمت داره، نباید ضایعش کرد، نباید از بین بردش. باید قدر این چشم ها رو دانست. این چشم های گوهریست خدا به ما داده که ما نعمتهای الهی رو ببینیم، آیات الهی رو ببینیم، مناظر عبرت آمیز رو ببینیم، استفاده کنیم. بله، نه کثیف و آلودش بکنیم. خب چند ویژگی رو از فرمایشات امیرالمؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه در خصوصیات این دسته، ویژگی های این دسته از انسان ها عرض کردیم و امیدواریم از خداوند سبحان از ساحت مقدس آقا حضرت سید الشهدا سلام الله علیه تقاضا داریم که خدا هم به ما توفیق رسیدن به این کمالات به ما مرحمت بفرماید. به چه کمالی رسیدن جان عالمیان به قربان شما، مو به صورت در نیوردن، 13 سال همین حدود دیگه، حالا جوانی که برخ نوجوانی که در همین حدود هست، اما به چه رشدی و معرفتی رسیده این بزرگوار که وقتی امام حسین سلام الله علیه شب عاشورا جریانها رو بیان کردند دلش شور افتاد که آیا شهادت نصیب او هم خواهد شد یا نخواهد شد. فردا اینطور اینطور، یکی حضرت بیان فرموده، بعد عرض کرد که عمو جان آیا من هم به شهادت خواهم رسید؟ نمی ترسه و
اما دلش شور میزنه، نکنه فردا بگن نه بچه ها و نوجوان ها بیان کنار، پیرمرد ها و جوان ها برن. دلش از این شور میزنه. حضرت فرمود ای دیده برا نور دیده برادرم، مرد در نظر تو چگونه است؟ شهادت خیلی مهمه. با انسان دست از جام بکشه اونم تو میدان مرگ شمشیر بزنه، این کار هر کسی نیست. عرض کرد عمو جان از عسل شیرین تر است. از عسل تو کام جوانهای ما باید اینا شیرین بیاد، نه خدای اینا کرده گناه و معصیت. واقعا از خدا تقاضا کنیم که خدایا شهادت در راه و رکاب ولیت رو نصیب ما کن، نکنه ما تو بستر بمیریم. آینا شهادت در راه ولیت رو نصیب ما کن. جوان اومد آرزشون این باشه، من بعد این خونم رو در دفاع از امام زمانم بریزم، برای دفاع از حجت خدا و دین خدا بریزم. خدای این لیاقت رو به من بده که من بتونم جانم و فدای امام زمانم بکنم. این باید شوق و اشتیاق و آرزوی ما ها باشه. پیرمرده بگه خدای این محاسن سپید شد، مثل این قرار نیست که ما جانمون رو در راه امام اصل علیه السلام بدیم، قصهش بشه. جوونه همینطور، نوجوونه همینطور. بله، باید آرزو این باشه. از عسل شیرین تر است، از عسل شیرین تر. آقا فرمودن بله فردا تو هم به شهادت خواهی رسید، حتی کودک شیرخوار ما هم به شهادت خواهد رسید. یعنی آب پاکی از در دست همه ریخ. کودک شیرخوار که مرد جنگ نیست، گفت آقا یعنی جنگ به خیمه ها هم سرایت میکنه، چون که کودک معید میدان معرکه جنگ نمیره، معلومه دشمن میخواد به خیمه ها حمله کنه که کودک در خیمه به شهادت برسه. آقا فرمود بله فردا کودک ما هم به شهادت خواهد رسید، وقتی که برای او طلب آب میکنم، رو دست گرفتم و آب برای او طلب میکنن، گلوی او را مورد تیر قرار میکنن. آره کودک ما هم به شهادت میرسد. خب امشب دل امام مجتبی سلام الله علیه باید شاد بشه. در طول سال کمتر یاد این قریب مدینه امام مجتبی و کریم اهل البیت آقا حضرت امام مجتبی سلام الله علیه به میان میاد. اولین نفر از بنی هاشم علی اکبر سلام الله علیه به میدان رفت، با اون وز بدن اربن اربای علی رو آوردن به خیمه. یه تشییع جنازه ای شد کربلا، خدا میدونه جوونا اومدن زیر بدن علی رو گرفتن، قاسم آن جعفر اومدن به تشییع جنازه علی، بدن پاره پارش رو گذاشتن تو خیمه. ابی عبدالله فرمود وا قربتا وا قلت ناصرا امام معین یعیننا امام ناصر ینصرنا امام خائف من عذاب الله فیضب عنا داغ. علی اکبر اینجوری کربی عبدالله رو صدا به ناله بلند کرد، وای از کمی یار،
آیا کسی هست ما رو کمک کنه؟ آیا کسی از خدا بترسه از ما دفاع کنه؟ دیدن قاسم ابن الحسن از خیمه بیرون زد لبیک لبیک یا سیدنا نحن بین یدی، آقای ما آقای ما ما آماده ای، تو هنوز زنان شدی قاسم داری، مرنا به امرک، امر کن آقا، امر کن. فجاء القاسم ابن الحسن و هو غلام لم يبلغ العلم، هنوز مو به باسنش در نیامده بود، فقال یا ام الاجازه لامضي الى اولاء الكفره، امو جان اجازه میدی من برم به طرف این کافرا؟ فقال له الحسین یا بی ابن اخی، ای پسر برادر من، انت من اخی علامه، تو یادگار برادر منی. چجوری دورا به میدون بفرستم؟ هر وقت تو رو میبینم یاد برادرم امام مجتبا میافتم. فلم یزل قاسم یقبل یدیه و رجلیه حتی اذن له، انقدر دست عمو رو بوسید پاهای عمو رو بوسیدش، خودش رو پا انداخته بود، عمو جان اجازه بده برم میدان، حتی اذن له تا اجازه گیره، راضی کرد عمو رو. فقال له الحسین یا بنیه اتمشی برجل که الالمو، داری با پاهای خودت میری کجه بردی؟ اتمشی برجل که الالمو، با پاهای خودت داری میری میدو؟ فقال یا ام و یای بلا، امو جان میگه غیر از اینم چاره ایه؟ و انت بین الاعداء بقیت وحیدا بریدا لم تجد محامیا، امو جان میبینم تنها شدی، غریب شدی، وحید و برید شدی، این همه دشمنن تو میان دشمنا تنها شدی، میگه میشه من نرم میدان جانب و بدا کنم؟ امو جان روحی لروح کل فدا، جان من قربون تو بشه، و نفسی لنفس کل وقا، جان من نگهدار جان تو بشه، من برم فدای تو بشم عمو جان. اعتنقه و جعلا یبکیان، این عمو دستش انداخت گردن برادرزاده، برادرزادم دستش انداخت گردن عمو، و جعلا یبکیان، انقدر این دوتا و عمو و عموزاده گریه کردن، حتی قشی علیه ما تا این که دیگه بی حال شدن افتاده. نمیتونه دل از قاسم بکنه، وای 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 وای، پاش به رکاب نمیرسید، زرهی که به قد و قامت قاسم باشه نبودش، تا
افترا مال مرد جنگیه. ابی عبدالله امامش رو باز کرد، یه مقداری از امامه رو پاره کرد، کفن کرد گردن قاسم اجگر. این شد لباس جنگی، شد زرهش. کلاه جنگی هم که به سر این جوان نمیره، یه بچه کوچیکه کلاه خود به سر نمیره، زره جنگی نداره که پاش بره کاب نمیرسید. خود امام حسین رکاب گرفت، فرکبه الحسین علی فرسه، دستشو گرفت زیر پای قاسم بلند چند سوار اسبش کرد. فخرج القاسم و دموعه تسیل على خده، همینجور اشک ها روی صورت قاسم میری. و هو یقول ان تنکرونی فانا نجل الحسن سبت النبی المصطفی المؤتمن. حالا میخوای گریه کنی؟ داره رجس میخونه. میدونی من کیم؟ من پسر امام مصطفی هستم. اما این آقا میدونی کیه؟ هذا حسین کل اسیر المرتهن، این آقا حسینه که اسیر شده بین اناس لا سقو سوب المزین. جوان وارد معرکه شد، صورت می درخشه این ما و کان و جهور کل قمر مثل ماه می درخشه. فقاتل قتالا شدیدا حتی قتل علی صغر سنهی خمسا و ثلاثین رجلا. با اینکه بچه بودا 35 نفر رو به خاک انداخت. بعضی ها نوشتن و غیر از 70 فارسا 70 نفر رو کشت. 70 نفر رو کشت. وایساد یه کمی خستگی در کنه، بند نعلینش باز شد، خم شد تا بند نعلینش رو ببنده. فضربه عمر بن سعد العضدی علی رأسه، بار عمودی به سر این نوجوان زد. فبقى الغلام لوجهه و نادا یا اما ادرکنی، عمو منو دریاب، منم رفتم. شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، حسینیه‌ای فراتر از کهکشان.